حامید، حامید، پاشو، ساعت 5 مادر. بعدا نگه چرا منو بیدار نکردی؟ حامید جان، پاشو بسرم. تنبلی نکن پسرم، پاشو. مگه خودت نگفتی صبح زود بیدارم کن درس بخونم؟ میبینی که حالش خوب نیست، لوسش نکن، بذار استراحت کنه. حالش خوبه، دمدمای صبح نفسش آروم شده بود. بلند شدی؟ پاشو خودتو لوس نکن. اگه بچه حالش بهتر نشد نظر بره مرسه. باکش نیست حاج آقا، بی خود لوسش نکنی. این دیگه چشه؟ نمیدونم. دیشب که اومد اوقاتش خیلی تلخ بود، تا علی رفت تو اتاقش دعواش کرد، بچه آروم نمیگرفت. اصلا حواسش به این بچه نیست، خیالش راحته که من مواظب بشم. تو پسر کی هستی؟ حاج نصرت. آره. حاج آقا، هوا خیلی سرده. امروز از اون روزای شلوغه، حواست جمع باشه. نارنگی ها رو 35 تومن کمتر نمیدی، گوجه فرنگی ها رو هرچی دادن رد کن بره، نزو چیزی رو زمین بمونه. امروز باید برم دادگاه، هر روی درد سر. مالیات هم اومده، هر روی پول تازه از آدم میخوان، انگار سر گنج نشستیم. چقدر باید به سلفیم خدا میدونه. Thank you.
سلام، از چرا اینا رو بار زدن؟ سلام آجاقا، اگه نگفتم لشتو ببری پای قپون؟ چشم آجاقا، چشم. اگه نگفتم تلفن بزنی پرتغال رو نفرستن؟ هیچ کی گوشش بده کار نیست، هرکی هر کاری دلش میخواد میکنه. انگار نه انگار آدمم، با دیوار حرف میزنم. سلام علیکم. سلام علیکم. ببین چه خبره؟ من که گفتم تلفن بزنین پرتغالا رو نفرستن، حالا که فرستادن چرا دست دست میکنی؟ من گفتم مجید آقا هست، لابد میدونه چی کار کنه. برو برو منو برده بی بیام. باشه چشم. سویش کجاست؟ چه کاره بده بریزه به حساب؟ من کار دارم باید برم نمیرسه. سویش وانت بده. این وانت مال کاره، نه یللی تللی. چه کاره برده ببر؟ مثل این که تازگی ها دوباره باهاش تماس داره. بازم دیوونه شده، خیال کرده این تو بمیری از اون تو بمیری. هست بشین. وقل رب
ربی رحمهما کما ربیانی صغیرا. یه اتفاقی افتاده، حتما باید بهتون بگم. باشه خبریه؟ چی؟ چی شده؟ من بگم کنم برمان بگم. بر محمد آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اتفاق مهمی افتاده، باید بهتون بگم. شما خواب بشینین، من میرم برمیگردم. خوب یاد نداره همه با هم بریم. تو بشین جای من مجید، بریم. خوش آمدید. ولی باید ببخش. خوش آمدید. خدا رحمتت شما. خدا ما رحمت کنه. خدا بیا مرزه. خوش آمدید. خیلی برمون آجا. خدا آقای علی، خوش آمدید. ببخشید. چی شده پسر؟ یه موضوعی که داره بیخ پیدا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم بشین جای من تو آخر. سویچو بده. الرحمن بگی تو ماشین من بود. آخه چی خبرشه؟ چی بعدم واسط میگه. بله بفرمایید. حمید جان، از امید خبر نداری مادر؟ 11 صبح تعطیل شده، هنوز خونه نیومده. خیلی دل با پسر. به خونه هم شاگردیاش تلفن زدم، اونو ندیدن. چیه؟ حالا چرا گریه میکنی؟ همه جا رو دنبالش گشتم. حاجی و مجید هم نیومده. چجوری آرامش کنم؟ تلفن زدم حجره هم نبودن. لابد تحت قاری با حاجی رفته گردش. خیالت راحت باشه. تا یه ساعت دیگه همه هم میایم خونه. حمید با حاجیه. تماش کن دیگه، قطع کن. ببین مادر، من خیلی کار دارم، خودم بهت زنگ میزنم. فعلا خداحافظ. الو آقا امی. بله شما به جور نهی وردین. الو
خانواده رو تو جریان گذاشتم. گفتن پول کمی نیست که بشه روز تاییدش کرد. بعد ما فرصت بدیم. ما رو همچین پولی نداریم. شما هم چه پولی ندارین؟ من شما رو میشناسم. تو منو میشناسی؟ باش نصرت رو میشناسم. اون از این پولا خیلی به زور گرفته. حالا نوبت ماست. میدونی ما چند نفرین؟ چند نفرین؟ ما با کسی شوخی نداریم. فوقش تا امشب اگه پولو تهیه کردین که کردین، وگرنه بچه رو اگه با 200,000 تومان کارت راه میفته میتونم خودم یه جوری جورش کنم. آج نصرت یه چرخ بزنه 10 میلیونش هم میتونه تهیه کنه. بورسان بچه چطوره؟ حال بچه چطوره؟ حالش خیلی بده، میترس، مریضه، بیتابی میکنه. آره اون بچه آسم داره، نفس تنگی. ببین من امشب ساعت 7 دوباره زنگ میزنم. یادت نره که به نفعتون پولو تهیه کنی. به هیچ جایی هم اطلاع ندی. به هیچ جا. سرت رو بگی بالا. مجید یکم آب بیار، قلبش گرفته. چیزی نشده مادر، خودتو به کشتن میدی. یا بودو مجید باشه. ببه جون بده من، بده من. گریه کن، آخ مادر، آخ پدر هستم. بهتر شدین؟ به کلانتری خبر بدن؟ کی هستی؟ کجا؟ مجید، مجید قلی‌زاده. با کی کار داری؟ داشتم کار دارم. همین پسر آج نصرت منتظرمه. برو. به گوشم رنگ رفت. چه واحدیه؟ دوری. غیر ممکنه اسم نداشته باشه. کجا؟ نباید بری تو. با برادرم کار دارم. برادرت کیه؟ آقا حمید. آقا حمید کیه؟ نمیشناسمش. اینها مدیر کارخونه است. آشنا سرکار. باشه، به من گفتن کسی نباید بیاد تو.
همه واسه ما غریبن. ببخشینا. برادرمه، غریبه نیست. گفتم که همه غریبن. بفرمایید. خالو خالو نیاد. مراقب باشین کسی نیاد تو. راستی تلفن دوم وصل شد دیگه؟ بله وصل شد قربان. خوبه. ما یه تلفن مستقل داشته باشیم بهتره. تلفن کارخونه باید آزاد باشه. شما یک لحظه تشریف بیارید. خیلی ممنون. بفرمی. مجید، برادر بزرگتونه؟ برادر ناتنی ماست. از اولین زن پدرم. مادرش که فوت شد، آجی و مادر ما ازدواج کرد. شما مسئله با هم نداری؟ نه. هیچ مسئله نداری. خودش مشکل داره. خوبه. مدتی از زنش جدا شده. نگران بچه‌شم هست. مشکل مالی چی؟ خب اونم هست. شغل مستقلی که نداره. بعد از ساجی کار میکنه. حامد دوست داشت؟ کی؟ خانمش. همونی که طلاقش داد. اسمش چی بود؟ آذر. حاجی بچه‌ش ازش گرفت. منم حاضرم. ببین چی میگم پسر حاج نصرت. برای آزاد کردن بچه باید 30,000 دلار یا 5,000,000 تومان پول نقد برای ما جور کنی. اسکناساش درست باشه. فهمیدی چی گفتم؟ الو هشبر منم رو خطم. تا فردا پولو تهیه کردین وگرنه بچه رو دیگه نمیبینین. همونی که گفتم دیگه بچه رو نمیبینین. خمام الو دنبالشم دارم میگردم. بار آخره که دارم میگم آقا حمید. 30,000 دلار یا 5,000,000 تومان نقد. الان تو شهر کسی همچین پولی نداره. ببین این آخرین مهلته. یادت نره. الو یه دفعه میبینی گوششو براتون فرستادیم. برای اینکه داغ بچه رو به دل حاج نصرت نذاریم پولو هرچه زودتر تهیه کنیم. ما با کسی شوخی نداریم. فردا بعد از ظهر ساعت 4 زنگ میزنم. قربان. تلفن از خارج شهر بود قربان. نتونستیم پیداش کنیم؟ متاسفانه نه. پیداشون میکنیم. شما بفرمایید. چه به زور ازش گرفتی؟ به زور؟ دادگاه حکم داد. زور برای چی؟ من تا حالا به کسی زور نگفتم.
اونم به یه زن. ممکنه دست کس دیگه هم تو این کار باشه، برای پول یا انتقامی چیزی مثلا. خب حرفه ما اقتضا میکنه که به همه مشکوک باشیم، مثلا به همین خانم. اون جرأتشو نداره، فکر نمیکنم. ممکنه کسی از خانواده یعنی شما. یعنی چی؟ کی این فکر رو تو کله شما انداخته؟ این حرفا چیه؟ عصبانی نشین. کار ما سوال کردنه، نباید کسی برنجه. ما از همه سوال میکنیم. گفتم که آقا کسی نباید برسی، دستوره. مجیده، مجیده بذارید بیاد تو. سلام. سلام علیکم. سلام. کجا بودی مجید؟ با اجازه شما چند تا سوالم از آقا مجید بکنم. لا لا الا الله. میبینی تو چه هچلی افتادیم؟ بفرمایین. نه مادر، نه. هیچ اتفاقی واسه حامد نمیفته. باشه اومدین. خداحافظ. نه اینکه خیال کنید دارم ازتون بازجویی میکنم. اینجور وقتا ما با همه صحبت میکنیم، چون ممکنه یه چیزایی که شما میدونیم ما ندونیم خودش سرنخی چیزی شد برای پیدا کردن بچه طفل معصوم. حامد برادرتونه؟ بله. البته شنیدم ناتنی هستین، ولی چه فرقی میکنه؟ بالاخره برادر دیگه. شما فکر میکنید کار کی باشه؟ چی؟ همین دزدیدن حامد. من چه میدونم؟ فکر کردم چون شما تو میدون پیش حاجی کار میکنی، شاید بدونی کی از حاجی دشمنی یا کینهی به دل داره. تو میدون همه به حاجی احترام میذارن. ببخشید مجید خان، چند وقت خانمت طلاق دادی؟ یه سالی میشه، بیشتر. شنیدم یه بچه کوچیکم دارین که پیش شماست. بله، اسمش علیه. مادرش ناراحت نیست که نمیتونه اونو ببینه؟ نه. چرا؟ خب ببینه، هر وقت بخواد من میبرمش تا ببینه. چند وقت خانمت ندیدی؟ منظورم اینه که اون چند وقت بچهش ندیده. یادم نیست، یکی دو ماهی میشه. اسم خانم چی بود؟ آذر خانم. شما فکر نمی کنی اون یا کس دیگه، چه می دونم، خانوادهش، دوستانش یا اقوامش این کار کرده باشن؟ چرا طلاقش دادی؟ دوستش داشتم. Thank you.
من حامدم از تو میخوام. بیتابی نکن. میترسم بچم مریضه، برش گردم. خودتو اذیت نکن، من که هنوز نمردم. کیه؟ بله خانم ساکت باشین. بفرم آقا بفرم. یه سره از سرون کوبیدیم، هیچ جام توقف نکرده. فکر کردیم برای بچه ها دور بر مادرشون باشن بهتره. سلام عرض کردم آج آقا. سلام آقا جون. 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 سلام علیکم یلدا خانم گل. بابا رو بوس کن. باریکلا گدای جون ببینم بیا باریکلا. سلام دختره. سلام آقا جون. برو دایی جون. بودو برو. سلام آج آقا، خیلی چاکرم. سلام آقا کریم، بفرمین. محبوس آج آقا بفرمین. بفرمین آقا بفرم آج آقا تر خدا. بچه جونی جا خلوت کجا بریم؟ حالا بریم بیرون. تو فکرم اینا چجوری میخوان پولو بگیرن که گیر نیفتم. لابد فکرشو کردن. آخه چجوری؟ همینطوری که نمیشه. بالاخره یکیشون باید بیاد پول بگیره یا از جایی برداره، اون وقت گیر میفته. خب اینا نقشه دارن، اگه پولو درست بذاری ممکنه وردارن، اگر هم کلک بزنی جون بچه در خطره. یه وقت هم دیدی کلک زدن، هم پولا رو ورداشتن هم جون بچه در خطره. هم به این شغال مرده ها باج نمیدن. هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. هاشون یه چیزی بیارین بخورن، از راه رسیدن. باشه من که اجازه ما چیزی بخوریم. من بخوریم. 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 آقا جون استراحت کنیم. آقا جون شکلت چه کنیم؟ من چی آقا جون؟ آقا جون خیلی 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 دو تا مردن تلفن میزنن و تهدید میکنن. پس میخواستی خود خانم این کارو بکنه؟ عجب ساده ای. اون آذری که من دیدم هر کاری ازش برمیاد. ما 20 ساله تو این شهریم، هنوز ساده ای. یادتون رفته که مجید چیا نکرده؟ هر روز دعوا، هر روز چاقو کشی، هر روز کلانتری. پدر خسته شد. بس کنین دیگه. بازم پای اونو وسط کشیدین؟ آذر زنه با شخصیتیه. این چرت و پرتا چیه که میگی؟ حالا ما چرت و پرت میگیم؟ اگه تو اون همکلاسی دیوونتو نیاورده بودی خونه و بعدش هم دستشو نمیذاشتی تو دست مجید، آبروی خانواده ما نمیرفت. کار کار آذره. لاشخورایی که چشم پول حاجی دوختن کم نیستن. چیه؟ تقیب توقی میخوره حوار میشین اینجا. یک کلمه دیگه راجب آذر گفتین نگفتین؟ قباحت داره. خونه خودمون اومدیم مجید، خجالت نمیکشه. بابا زنده است و وکیل وسی نمیخواد. واقعا که خیلی رو داری. هنوز ازش دفاع میکنی؟ زندگی تو رو که از هم پاشیده، زندگی ما هم داره خراب میکنه.
اون میدونه که پدر چقدر حامدو دوست داره. به شماها چه مربوطه کی کیو دوست داره؟ کارتون شده فضولی تو زندگی اینا اون. یادت رفته مجید خان چقدر از پولای آقا جونو حیف و مل کردی؟ چقدر پولاشو بالا کشیدی و به هیچ ضرر زدی؟ چه خبرته پسر چقدر رو داری تو؟ هاشنوستو مال اموالش مال شما. مال یاد نداره. هر چی از دهنتون در میاد میگین. همه میگن آذر این کارو کرده. لابد یه چیزی هست دیگه. دیگه چرا جد میکنی؟ پاشین، پاشین بریم. هری به سلامت. آقا بابا رفتون. مگه اومدیم خونه تو؟ نه خیر، اومدیم خونه خودتون. خونه یه داداشون عزیز دردونتون. تو دیگه حسابی زدی به سیم آخرو. چه خبرت به جون همه افتادی؟ من به جون اینا افتادم یا اینا به جون زندگی من؟ به زندگی تو کار داره. دلت خوشه اسمش گوشه زندگی؟ فوزوریش به تو نیومده پسر آج نصرت. مجید حرف درت رو بفهم. احترام دست خودت باشه. شورشو درآوردی ما. بس. من که تو بودم دهنمو می‌بستم. نه. تو نمیتونی جای من باشی. هیچ وقت. مجید. بس دیگه. ول کن. باشه. بس دیگه. چه داره؟ آدم چاپ کرده بود. ایران ایدیم. مست در این کارش همش بیخوابیه. چه چی کسی میایی چه پشتر میمونی. اخلاق داشته بیاد. یه نفس میگن عبدالله عبدالله. خواب به ما حرومه. ماش عبدالله واکو بابا منه مجید اومدم بابا یا بودیم خدا خیرت بده سلام علیکم کجا کجا داری عزیز من ما خواب و استراحت علی اصلا خسته نشدم خدا گرفتاری میگم ماش عبدالله آقا مجید آذر خانمو گرفتن. اختلافتون با حاج نصرت باعث شده که شما اینجا باشید. از شما شکایت شده خانم. به همین سادگی میایین تو محل کارم منو جلب میکنین، اتهام بچه دزدی بهم میزنین. از نظر شما یه کار اداریه؟ شما باید به من بگین چه کسی منو متهم کرده. خانم بودم بفهمن چی؟ شما میتونید برید، فقط فعلا بدون اطلاع ما از شهر خارج نشید. کی از من شکایت کرده؟ این حق منه که بدونم. شما نباید ناراحت بشین خانم، این مقرراته. بله قربان. بریم به من بفرمایید. شکایت از خودتون جدی نگیرید. لابلای این کاغذهای دعوای خانوادگی میبینه. شما که دیگه عضو این خانواده بلم کنید.
فقط شما این که آبرو داری؟ چرا دست از سرم باید نمیداری؟ چی از جون من میخوان؟ لطفا آروم شما بفرمایید. آجا هم سرباز بذار بمونه، منم دو کلوم با حرف دارم. خواهش میکنم آجا، شما شکایت کردین از من آجا. نه آجا هم سرباز، بهتر اگه حرفی هست همینجا زده بشه. بیا ببینم چی میگی. درم ببند. بشین. چرا من این کشوندین اینجا؟ چرا؟ بشین. من از بچه خودم هم بیخبرم. بشین! من با تو کاری ندارم. طرف منم تو نیستی. اما خیلی ها میگن که این کار شما هاست. اگه اینجور باشه سر و کارتون با منه. تو چرا دست از سر اون پسر لندهور من بر نمیداری؟ هر روز یه بامبول تازه، خیال میکنی نمیدونم؟ هر روز تلفن میزنی حجره. با من سر به سر نذارین. نمیدونین از بزرگترتون بپرسین آج نصرت کیه؟ نمیخواد خودتون رو معرفی کنین. همه شما رو میشناسن. من به شما چه کردم که رفتین از من شکایت کردین؟ من بچه شما رو دزدیدم یا شما این که بچه من رو دزدیدین؟ 5 ماهی که ندیدمش. چقدر باید گفت هرچی بین ما بوده خوب یا بد تموم شده؟ طلاق و سلام. اما دست بردار نیستین که؟ مگه همه حق و حقوقات من گوشتم کف دستت رفتی خونه خریدی؟ بازم طلبکاری؟ من طلبکار نیستم. این شما این که از عالم آدم طلب کنی. من شرافتمندانه زندگی میکنم، به حقم هم قانعم. این شمایی که شوهرمو ازم گرفتی، بچه‌مو، زندگیمو، شما همه چیزو خراب کردی. این شمایی که هنوز توطئه میکنین و مردمو به هر کجا که دلتون میخواد میکشونین. حامد مریضه، حالش بده. گم شده. شما همه رو مریض کردی. مجیدم مریضه، اونم گم شده. اون که پیدا شد حامدم پیدا میشه. علی منم. به دهنش رسید به هم گفت، اما تو پیدات نشد. دیر رسیدم. وقتی رسیدم تو داشتی میومدی بیرون. آن؟ تو کی رسیدی؟ گفتم که وقتی اومدی من تازه رسیده بودم. خیلی خوب فهمیدم، دیر رسیدی. اگه میرسیدم و میدیدمش میکشتمش. زدن و کشتن چاره یه کار نیست. فرارم همینطور نیست. فقط خدا کنه حامد زودتر برگرده خونه. دلم گواهی میده که حالش خوبه، اون بر میگرده. چرا اینو؟
اعصابمو خرد میکنه. چیکارش داری؟ پس از جلوی چشمم بذاریش کنار. خب باشه. لطفا منو برسون کارخونه. باشه. که بودی داشتم این کس دیگه ای میشدم، اما نموندی. من فقط میخواستم خوب و مهربون باشم زیر یه سر مثل دو تا انسان. نذاشتم. تو هم سعی نکردی. این حرف رو نزن آزم. فکر نمیکنم تو دنیا کسی به اندازه من. فقط حرف کافی نیست. تو از دل من چه خبر داری؟ من از دل تو خبر دارم. برای اسم و رسم حاج نصرت نبود که زنت شدم. من میرم. امیدوارم حامد حالش خوب باشه. حتما هم هست. خبری شد به من اطلاع بده. پیدا شد یه جوری بیار که من ببینمش. علی رم ببیز. خبر داری چند وقت ندیدمش؟ آقا امی. بله. پولو جور کردی؟ رفتیم پیش همونی که آدرس داده بودی. گفت دوره آزاد نمیفروشیم. فقط تونستیم سه میلیون و 300 هزار تومان جور کنیم. سه میلیون و 300 هزار. چون وضع بچه خرابه ناچاریم قبول کنیم. بریزشون توی ساک. ساک چیه بابا؟ دو تا گونی پوله. ببین چی میگم آقا همین. حال بچه خیلی بده. هرچی بهش دوام میدیم خوب نمیشه. بچه رو بیار پولو بگیر. عجله نکن آقا همین. اگه بفهمیم کسی تو رو دنبال میکنه نه خودت زنده میمونی نه داداشت. بهتره به فکر کلک ملک نباشی. اصلا میدونی چیه؟ باور کن خودمونم بمیریم دیگه مهم نیست. اون پولو باید بدی به ما بدون کلک. ماشینت چیه؟ همون رنو؟ آره چطور مگه؟ گوش کن ببین چی میگم. را میفتی میاید؟ خرابه. نمیشه بهش اعتماد کرد. با ماشین حاجی خودمون میام. یه بنزه. باشه فرقی نمیکنه. پولا رو میذاری صندوق عقب و درشو واز میذاری. در صندوق عقب میگم آ. بعد یه راست میای چمار سرا. وسط میدون چه بنزو پارک میکنی؟ سویچ هم میذاری روش. خودت میری چند قدم بالاتر به تو قهوه خونه میشینی. با تنها باشی. بازم میگم آقا امیر نامردی نکنی. بفرمی خوش آمدی. بفرمید اون بالا. بفرمی. حساب ما چقدر شد؟
بفرمایید، ناقابله. چقدر شد بالاخره؟ 70 تومن. هیچ کس به میدون نزدیک نشه. وقتی راه افتاد تعقیبش میکنیم. نباید گمش کنیم. جانون اشغالای دیگه از من باج میخوای؟ باشه، پولا اونجاست تو ماشین. من جاشو عوض کردم، من درا رو قفل کردم، ولی همش اونجاست. پول مفته نه؟ بیا بگی این سویچ ماشین، برو برشون دار. این اینجا چه کار میکنه؟ زود به همه خبر بده. بچه من کجاست؟ کجاست؟ اگه یه مو از سر پسر کردی؟ دخالتت باعث فرارشون شد. همه زحمتهای ما رو به باد دادی. هیچ کاری هم نتونستی بکنی. حالا دیگه هر بلایی سر بچت بیاد مسئولش خودتی. به مادرت قول داده بودم که حامدو برگردونم خونه. امشب بریم خونه. تو برو. با هم بریم. میگم تو برو. پیله نکن. راحتم بذارین. میخوام تنها باشم. باید مجیدو پیدا کنم. بازم مجید؟ کی بدونه چه دردی تو جونه؟ سلام عبدالله.
حاجی. سلام حاجی. سلام. خوش اومدی. یه پیاله چای برات بریزم. چه سوالیه که میکنم. خب بریزم. از حامد چه خبر؟ شهر پر شده از این ماجرا. طفل معصوم مرتضی، یادت عبدالله؟ جعفرودی رو میگم. خب آره، خدا رحمتش کنه. چه مردنی کرد بیچاره. اونم تو دیدمش امشب. حالت خوبه حاجی؟ خاکسترش هم باید برده. گفتم که دیدمش. منو زد از پشت. خوبه که خودت بیشتر از همه تون مردنشو دادی. اینجا نبودی و چه حرفا که پشت سرت نزدن. ناراحتت میکنم، اما خودت شنیدی که گفتن مرتضی چون به حاج نصد بده کار بود از ترس آبروش خودشو تو خونش آتیش زد. ما خوب گذشت. حالا دیگه باید 25 سالی شده باشه. اون وقت پسرش چند سالش بود؟ جلالو میگی؟ 10-15 سالی داشت. خیلی وقت ازش خبری ندارم. میگن آمپول زن شده، اما بهش میگن آقای دکتر. جفت خود مرتضی پسرش بود. چی؟ اون بود که منو زد. واسه چی؟ چی شده حاجی؟ حامد، حامد اون فکر و خیال داغونت کرده حاجی. به دلت بد نیار، همه چیز درست میشه. بچت هم صحیح و سالم برمیگرده خونه انشالله. شکر کن خدا رو. خونه، حجره، زن، ماشین، زندگیت رو به راهه. ای کاش نبود عبدالله. کاش یه اتاق بود و یه استکان چای تلخ. کاش منم هر چی درآورده بودم خورده بودم مثل تو. به موت قسم حاجی، شبایی میشه که تو این انباری دیوارا فشارم میدن به هم. تو پشت داری، پسر داری. پسر؟ خون جگر دارم. نمیدونم چه مرگشه این مجید. یکی نیست بهش بگه چی کم داری پدر سگ. خونه، زندگی، ماشین، پول، زنم که گرفتی سر خود. خب شاید دردش همونه. بد دردیه عشق. درد، درد بی دردیه. نکشیده که یادش بره. تو میدونی من چقدر تاچه انگور رو کولم گذاشتم، چقدر صندوق پرتقال پشتم گرفتم و مثل سگ سوزن خورده تو میدون دویدم و بیگاری کردم. کنج این اجره، تای اون گاراژ، رو اسیر مسجد، پشت اون قهوه خونه، چپ تا صبح کاسه های زانومو که از درد میترکید بغل زدم. خوشی زده زیر دلش. من شدم حاج جبار. حواستو جمع کن حاجی. لنگه خودت مجید. از اینجا هواشو دارم. پلنگ دماغه، میخواد بپره. اما تو جلوش وایسادی. بهش راه بده، بذار بپره. از بچه ننه خوشم نمیاد، اما گردن کشی و یاقیگری هم تو کتم نمیره. ما دیگه تموم شدیم حاجی. حالا دیگه نوبت اوناست. راست میگی، ما دیگه تموم شدیم. مجید، thank you.
حامد کجاست؟ خبر ندارم. همین حالا برو حامد و بیار. نمک به هر اون. تو بچه رو بردی. تا اون رفقای لجنت. قرمت خودتو نگرد. نظر چه دهنم در میاد. دیشب رفیقتو دیدم. برادر کش. من برادر کش نیستم. توی که آدم ها رو میکشی. نظر نگاه کن. نگاه کن. هیچ وقت جز خوبی تو چیزی نخواستم. میخواستم کمک دستم باشی. این توقع زیادیه؟ دستای تو کمک نمیخواد. یا اون مثل نوکر خونه زد با پسرت تا کردی. از وقتی مادرم مرد تا حالا یه روز خوش ندیدم. بی تقصیر و با تقصیر هر روز کدکم زدی. تو زدی، میرزای حجر زد، قفوندار زد، از عالم آدم کتک کردم. دستات خیلی سنگینه. درد میاره. تا حالا به خودت سیلی زدی؟ آدم خواب با سیلی بیدار میشه. حواست پرت پسر. چشماتو وا کن. پره گرگ دنیا. دیر به جنبی تیکه پارات میکنن. خاطر خواهی بردتت. لیلی و مجنون بازی بر نمیداره این زندگی. تو نبودی؟ تو جوانیت هیچ زنی دوست نداشتی؟ همه حرفایی که میزنن دروغه که به خاطر مادرم شهر رو با آتیش میکشوندی؟ اما من این حرفا باورم نشد. تو هیچ وقت هیچ کسی دوست نداشتی جز خودت. واسه همینم بود وقتی مادر من مرد رفتی یه زن دیگه گرفتی. من یه اون براش گریه کردم. این حرفا اندازه ای تو نیست بچه. من گرفتم که تو رو بزرگ کنه. میونه اونو بچه هاش شدم غریبه. خونه شاگرد. فکر کردی من قفوندار حجره هم؟ من چه دست مال به دستت. میبینی؟ یه اون با من چه کردی پدر؟ چی میخواستی که نداشتی؟ برای چیزایی که مفت داری چقدر دویدی؟ بس دیگه! اینقدر یه لقمه نون تو سرم نذار! چرا نمیفهمی بچه؟ میخوام مرد باشی. اگه نه اینکه این قلب بد مستم یه در میون میزنه. امروز نشد فردا مثل بقیه میمیرم. میخواستم یه آدمی باشی که اسم منو زنده نگه داری. بگن این پسر حاج نصرته. تو این همه سال 50 سال هیچ کسی چی بهم نداد. همه چی رو به دست آوردم. جنگ دادم. میخواستم اختیارمو بدم دست پسر بزرگم. حالا چیکار کنم؟ از دست تو به کی شکایت کنم؟ برم کلونتری بگم پسر بزرگم برادرشو دزدیده؟ من چی برم بگم؟ بگم هر چی داشتی به دیگرون دادی؟ بگم خوشبختی من ازم گرفتی؟ جلوی زنم خوردم کردی؟ میخوای همه ازت اطاعت کنم. تو پسر نمیخوای، زن، عروس، داماد نمیخوای، نوکر میخوای. که خسته شدم، زله شدم از دست تو. آخرشه میرم دنبال زندگی. این چی هم از تو نمیخوام؟ یا مادر نداشتم؟ حالا فکر میکنم پدر ندارم. این معرفت میرم دنبال کارم. میگم تو اون خونه بر نمیگردم. حالا میرم حامد رو بر میدارم بیارم خونه. اما اون کاری که با من کردی با اون نکن. محکم باش. گرگه کنی میرسنم. خیلی بفهمی هیچ که به اندازه تو دوست ندارم. آخرین تلفن از قاضیان بوده جان سر. پس اون منطقه چند تا تلفن عمومی داره؟ چشمم. اون منطقه چند تا تلفن عمومی داره؟ یه لحظه صبر کنی. 15 تا. 15 تا جام صبر. بگو 7 تاشون رو قطع کنن، برای بقیه هم هر کدوم 2 تا مأمور بذارن.
شما مطمئنی که مجید اینجا رو پیدا نمی‌کنه؟ حرفی که بهش نزدی؟ خاطر جمع باش. هیچ کس خبر نداره کلید ویلای دکتر دست منه. خودش هم نمی‌دونه. مسافرت کاظم راه. بذار این بچه رو ببرم خونش. اگه این بمیره هممونو میکشن، اعدام میکنن. اول از همه تو رو. خفه میشی یا خودم خفت کنم؟ تو آدم کشی، تو دیوونه ای. اگه این بچه رو ندی ببرم خونش، میرم پلیس خبر میکنم. هی به شامپول میزنه، هی به شامپول میزنه. مسلم بابو باشه من برو برشه بونی میکنیم. الو خودتی؟ بله خوش کن ببین چی میگه. برو حاضره؟ حاضره یا نه؟ چرا ساکتی؟ شروع کنیم. بچه رو میخوای باید از رو نشه من رد بشی. لابد رفتی قشون با خودت آوردی. بی جرمسه تو که عرضه نداشتی غلط کردی وارد گود شدی. تو این فکر رو انداختی تو کله منو بعدش نارا زدی. تو دنبال خورده حسابای خودت بودی. همه کجاست؟ نامرد نالوتی گرش نفهمی جام بگره تو در میارم پدر سوخته. Come on!
بیشترش دوبارم بیرون دوبارم شکست شده بود تو آتیش گور گرفته بود صدام زد کمکش کنم اما من ندونستم موقع من شیراز بودم من اینجا نبودم وقت تو خودش را زدون بیا بریم برون اکبر اون بالا تو آشواز خونه است ها؟ بالا؟ اینو ببر اطاعت پاشو پاشو بریم بریم حامد شون شناسایی و دستگیر شدن فقط پسرت کجاست مجید رفت باید برگرده برمیگرده